de vous accueillir, public qui avait bravé le froid et est venu nombreux. Jacques Partial, مدیر فرهنگی پارک ویلت، مبتکر گردهمایی شبی است که حاضران لیلی انور، مدرس ادبیات و زبان فارسی در دانشگاه، عتیق رحیمی، نویسنده افغان و برنده جایزه معتبر گنگور در سال 2008 و بالاخره رضا دقتی، عکاس بین‌المللی، هر سه جمع شده اند تا زبان فوتوژورنالیسم را از دیدگاه و حرفهشان بازگو کنند. مرسی de cette présentation et explication. رضا دقتی ضمن قدردانی از حاضران میگوید در کارهایم کلمه و عکس به هم میآمیزند تا پیام و باوری را در هر زمینه‌ای که هست انجام بدهند، اما در ابتدا بیایید آن را در زبان شعر و مینیاتور از لیلی انور بشنویم. Et je commencerai par le commencement au fond de cette histoire quand Reza m'a demandé d'intervenir. من در کار تصویر نیستم و در حیطه شعر و ادبیات چه میتوانم بگویم، اما مولوی گفته است برای آنکه حقیقت آشکار شود گوش باید ببیند. در سالها مطالعه دیدم مینیاتور و زبان بیانش در کنار تفکر شعر به کتاب ها آمده است. در مینیاتور همه چیز زیباست. جنگ و خون در مینیاتور وحشی نیست و مهمتر نگاه ها معصوم و رویاها فراتر است. مینیاتور قرن‌های پیش شاید اولین تصاویر فوتوژورنالیسم بودند که گفتند. Au commencement n'était pas le verbe, au commencement était l'image. عتیق رحیمی میگوید من برخلاف بسیاری باور دارم قبل از کلمه تصویر وجود داشت. بسیاری از آنچه را که نوشتم رضا دقتی عکس گرفته بود و او جنگ را به صورت نمایشی هرگز عکس نگرفت. او تراژدی انسانی را پرسش می‌کند. من هم در نوشته هایم جنگ را نشان نمی دهم، اثرات آن را می نویسم. و در آخر رضا دقتی کتاب یاغی دلان مجموعه عکس‌هایش را ورق می‌زند. هر عکس حکایتی است که در پشت دوربین و نگاه او نشسته است. مجموعی از تصاویر این شب در جمله از آندره مالرو را رضا دقتی به یادگار اذهان نشاند. جنگ تک فلزی است که در گوشت آدمی همیشه باقی میماند. رضا دقتی میگوید در همه جنگ ها قربانیان حقیقی کودکان هستند. امشب از طریق صحبت هایی که شد به صورت خیلی واضح دیدم که چقدر کار رضا دقتی واقعا در ادامه همون فرهنگ ایرانی مینیاتور هاست و شعر فارسیه و خیلی برام جالب بود که ببینم در واقع به چه طریق عکسای رضا دقتی در خودشون یه چیزی از اون شعر دیرینه فارسی رو دارن و اون چیزی که دارن اینه که هم دنبال زیبایی هستن و هم دنبال حقیقت. امشب چهره دیگر از افغانستان و از تصویری که رضا به دنیا خواست بته از این مردمی که سالها و سالها در جنگ بودن همین بود دیگر. یک تصویری دیگر، یک چهره دیگر و در عمق به اصطلاح همین درد از این مردم سفری بود. داستان امشب فقط این بود که ما چطور میتونیم با استفاده از تصویر انتقال تمام اون تاریخ انسانیت و بشریت رو بکنیم و با وجود مینیاتور و شروع مینیاتور تا اومدن گذر از ایران و افغانستان به نظر من این کار رو تونستیم انجام بدیم. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.